هر نشانه ای از حیات در مریخ در عمق حداقل 2 متری این سیاره مدفونه. همونطور که مریخ نبردهایی مثل کنجکاوی و استقامت در جستجوی نشانه هایی از حیات باستانی در سطح سیاره سرخ هستند، شواهد جدید نشون میده که ممکنه برای پیدا کردن چنین نشانه هایی باید عمیق‌تر از اون چیزی که الان در حال حاضر داریم حفاری کنیم. هر گونه شواهد مرتبط با اسید آمینه که از وقتی که سیاره مریخ قابل سکونت بوده احتمالاً حداقل 2 متر زیر زمین مدفون هستش. سلام، به کانال ساینتیا خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که هر نشانه ای از حیات توی مریخ در عمق حداقل 2 متری این سیاره مدفونه. پس اگر علاقه من به این موضوع هستین با ما همراه باشین. اما لطفاً فراموش نکنید قبل از شروع ویدیو به کانالمون سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. چرا عمق 2 متری؟ ممکنه بپرسید دلیل این تخمین چیه و چرا برای پیدا کردن نشونه های حیات توی مریخ باید حداقل تا عمق 2 متری رفت؟ واقعیت اینه که به دلیل عدم وجود میدان مغناطیسی و جو ضعیف در مریخ برای مدت طولانی، این سیاره در مقایسه با زمین در معرض دوز خیلی بالاتری از تابش کیهانی در سطح خود قرار گرفته. این روند حتی تا امروز هم ادامه داره. از طرف دیگه میدونیم که پرتوهای کیهانی اسیدهای آمینه رو از بین میبرند. در حال حاضر به لطف داده های تجربی دانشمندان فهمیدند که فرایندهای مرتبط با تخریب اسیدهای آمینه در اثر تشعشعات در مقیاسهای زمانی بسیار کوتاه در رابطه با زمانهای زمینشناسی انجام میشه. الکساندر پاولوف، یک فیزیکدان در مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا، اظهار داشته که ماموریت‌های مریخ نورد فعلی میتونن تا حدود 5 سانتی متر حفاری کنن. در این اعماق تنها 20 میلیون سال طول میکشه تا اسیدهای آمینه به طور کامل از بین برن. افزودن پرکلرات‌ها و آب سرعت تخریب اسید آمینه رو بیشتر میکنه. تشعشعات کیهانی در مریخ. تشعشعات کیهانی در واقع یک نگرانی بزرگ در مسیر اکتشاف مریخ در نظر گرفته میشه. یک انسان متوسط روی سطح زمین و هر سال در معرض حدود 33 میلی سیورت پرتوهای کیهانی تنظیم شدند. این تشعشعات سالانه توی مریخ میتونه بیشتر از 250 میلی سیورت باشه. این تشعشعات پر انرژی که از شراره های خورشیدی و رویدادهای پر انرژی مثل ابر نواخترها سرچشمه میگیرند، میتونن به سنگ نفوذ کرده و هر مولکول عالی رو در مسیر خود یونیزه کرده و نابود کنند. ویژگی هایی که نشون میده مریخ زمانی قابل سکونت بوده. اعتقاد بر اینه که مریخ یک زمانی دارای میدان مغناطیسی قوی و اتمسفر زمین ماننده بسیار چگالتری بوده. علاوه بر این شواهد زیادی وجود داره که نشون میده یه زمانی آب مایع در سطح مریخ به شکل اقیانوس ها، رودخانه ها و دریاچه ها وجود داشته. این ترکیب جالب از ویژگی های ذکر شده در نهایت ما رو به این نتیجه میرسونه که مریخ ممکنه در گذشته قابل سکونت بوده باشه. یکی از نشونه هایی که ممکنه نشان دهنده یک قابلیت سکونت در مریخ باشه وجود اسیدهای آمینه است. این ترکیبات عالی فقط نشانگرهای بیولوژیکی نیستند، بلکه جایگاهی فراتر از اون دارند و یکی از اساسی ترین اجزای سازنده ی حیات محسوب میشن. آزمایش جهت شبیه سازی جو مریخ. تیم تحقیقاتی آمینو اسیدها رو با مخلوط‌های معدنی طراحی شده برای شبیه سازی خاک مریخ متشکل از سیلیس، سیلیس هیدراته یا سیلیس و پرکلرات‌ها مخلوط کردند و بعدش اونا رو توی لوله‌های مخصوص مهر و موم کردند. اونا این کار رو به منظور شبیه سازی جو مریخ و با دماهایی متفاوت از دمای معمول مریخ انجام دادند. سپس تیم تحقیقاتی نمونه ها رو با پرتوهای گامای یونیزه کننده تابش کردند تا دوز مورد انتظار تابش کیهانی رو در سطح مریخ در یک دوره حدود 80 میلیون سال بازسازی کنند. در آزمایش های قبلی فقط اسیدهای آمینه بدون شبیه سازی عوامل مرتبط با خاک مریخ
تحت تشعشعات و چالش‌های مختلف برای ارزیابی سختی و دوام اونها آزمایش شدند. این چنین حذفیاتی توی آزمایش‌ها ممکنه طول عمر نامناسبی از اسیدهای آمینه ایجاد کرده باشه و دانشمندان رو در تحقیقات خودشون گیج یا گمراه کرده باشه. این کار اولین مطالعه جامعی هستش که تخریب طیف وسیعی از اسیدهای آمینه رو تحت عوامل مختلف مرتبط با مریخ بررسی کرده و نرخ‌های رادیولیز رو مقایسه کرده. افزودن سیلیکات‌ها و به ویژه سیلیکات‌ها با پرکلرات‌ها به طور قابل توجهی سرعت تخریب اسید آمینه رو افزایش میده. حالا شما به ما بگین، آیا در سیاره مریخ متان وجود داره؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و به دوستانتون هم معرفی کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.